سلام، اینجا استدیو دیدار نیوزه و من نصر نیکنام هستم و قراره که از امروز با برنامه جامعه پلاس در خدمت شما باشم و امیدوارم که این برنامه هم مانند برنامه های قبلی مورد پسندتون واقع بشه. من موبایلم رو میز باشه اوکیه؟ ردیفه عرف چیزش کردم، فلایت مودش کردم چون ممکنه چند باری نگاش کنم. خب من در خدمتم. قراره رجبه چی سواز کنیم؟ من خب اول یه تصویر کلی از فضای جامعه بگیم، جامعه‌ای که الان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه داره نرم میکنه. فکر کنم باز اینا حالا یا تو مناظره گفتین یا توی گفتگو، خب ببینم که آیا کدوم از این چیزها، فرهنگ، دین، اقتصاد، کدومشون میتونه بگیم اینا پاشناشیر جامعه. سلام دکتر، خیلی خوش اومدین. سلام، مرسی که من دعوت کردین. سلامت باشید. آقای دکتر، ما تو برنامه‌های قبلی من خودم مهمانم معرفی می‌کردم. حالا می‌خوام شما خودتون رو معرفی بکنید. خواهش می‌کنم. البته من اونقدر معرفی کردنی نیستم. من اسمم حسام سلامته، متولد 61م و جامعه شناسی خوندم از اول، از لیسانس تا آخرش یه ضرب جامعه شناسی. و فکرم بکنم من رو با اون جامعه شناس دعوت کردین دیگه، نه؟ اون بله. جنبه جامعه شناس بودنم احتمالاً جنبه بوده که بابتش دعوت شدم. در خدمتم. زنده باشید. آی دکتر، میخوام اول گفتگومون یه ترسیم بکنیم جامعه که الان توش داریم زندگی میکنیم، که این جامعه با مشکلات اقتصادی داره دست و پنجه نرم میکنه، بحران‌های اجتماعی پشت سرش گذاشته و الان هم با موضوع جنگ روبروه. این ترسیم این جامعه چیه؟ ولی سوال سختیه چون که خیلی کلیه و خب یه سوال هر چقدر کلی تر میشه سخت‌تر هم میشه دیگه، اون تصویر عامی که بتونه کل جامعه ایران رو توضیح بده در حوزه‌های مختلف. فکر میکنم خیلی شدنی نباشه در گام اول، اما بیاید یک کار دیگه بکنیم. یعنی من یه چیز دیگه یا یک راه دیگه ای برم که بی ربط هم نیست به سوال شما، ولی در این حال شاید یه مسیر دیگه ای رو باز بکنم. بذارید با یه ادعای شروع بکنم که فکر میکنم این ادعا تا حدی توضیح دهنده یه وضعیت جامعه ایران در کلیتش هست، گرچه در حوزه های مختلف میشه نشون داد که این ادعایی که من دارم طرح میکنم احتمالاً چه شکلی خودش رو نشون میده. این ادعا رو هم میخوام با یه جمله‌ای، با در واقع آریت گرفتن یک جمله‌ای از یا یک مفهومی از آنتونیو گرامشی، این جمله رو در واقع با شما به اشتراک بذارم. خب گرامشی یک در واقع متفکر مارکسیست ایتالیاییه، یه مفهومی داره به نام بحران ارگانیک. چیه این مفهوم بحران ارگانیک؟ به تعریف خیلی ساده‌اش، ما زمانی با بحران ارگانیک مواجهیم که در واقع نظم قدیم، نظمی که تا پیش از این وجود داشت و مستقر بود، فرو ریخته یا داره فرو میریزه، ولی در این حال یک نظم جدیدی، یک سامان جدیدی هنوز شکل نگرفته. یعنی انگار داریم از گذشته، از تاریخ، با حالا معانی بسیار متکثری که میشه از خود گذشته و خود تاریخ و اینجور چیزها داشت، انگار داریم فاصله میگیریم، انگار داریم ازش میکنیم، ولی هنوز آینده هم سرکلش پیدا نشده، یا خیلی تصور روشن از اینکه آینده چه شکلیه، آینده قراره چگونه باشه نداریم. انگار لحظه حال رو، یعنی همین لحظه که الان توش هستیم و داریم صحبت میکنیم و شما داری از من میپرسی که چه خبره، چه اتفاقی داره توش میفته رو، انگار به مثابه یک جور، چی میتونیم اسمش رو بذاریم، یک جور حالت گذار، یک جور حالت تعلیق، یک جور حالت، حتی میشه اسمش رو گذاشت یک جور حالت گسست. بیشتر این تعبیری که من دوست دارم این سومی است، یک جور گسست داریم میفهمیم، گسست از گذشته، ولی در این حال گسستی که هنوز هم آینده رو احضار نکرده دیگه، داره به آینده فکر میکنه ها، به اینکه چه جور آینده ای دوست داریم توش زندگی کنیم. نه اصلا پرسش آینده یکی دو سالی که تو جامعه ما با شتاب داره مطرح میشه، که حالا امیدوارم فرصت کنیم راجع به خود این مفهوم آینده صحبت کنیم، راجع به اینکه جامعه ما احتمالاً چه تخیلی راجع به آینده داره با همه ابهاماتش. بر صورت این گسسته به نظر خیلی نکته مهمیه، یعنی مفهومیه که همون بحران ارگانیکه، مفهومیه که میتونه یه تصویر کلی از یه جامعه مثل جامعه ما که با شتاب در حال تحوله، با شتاب در حال تغییره،
با شتاب داره میکنه از یه چیزی، از یه گذشته‌ای، یه جایی هم واقعا کنده، ولی میگم دیگه در برابر پرسش‌های بعضا نااندیشیده، در برابر پرسش‌هایی که هنوز پاسخی براش نداره قرار گرفته. اگه باز بخوام یه ذره نظری‌تر هم بحث بکنم، انگار یه جور بین این لحظه‌ای که داریم تجربه می‌کنیم، اسمش هم می‌تونیم بذاریم لحظه حال، بین عرض به حضور شما که نومور و ناتیته. نومور یعنی ندیگر، یعنی دیگه نه. بعضا این جست، این موضع تو جامعه ما زیاده، دیگه نه، دیگه اینجوری نمیخوام زندگی کنیم، دیگه نمیخوایم تو چنین وضعیتی باشیم. در این حال اونور ناتیت یعنی نه هنوز، نه دیگر، نه هنوز، یعنی انگار هنوز هم نمیدونیم که چی. خیلی این لحظه به نظرم لحظه‌ای که پخش شده توی جامعه ما در حوزه‌های مختلفی، حالا اگر قرار باشه راجع به جامعه ایران در جزئیاتش صحبت کنیم، میتونیم نشون بدیم در هر یک از این حوزه‌ها، حوزه‌های اجتماعی، این وضعیت گسست، این بحران ارگانیک، این ندیگر، نه هنوز، این دینامیزم، این پویایی پرشتاب و پرشدت چجوری داره خودش رو نشون میده. از این حیث هم اجازه بدید من یه پیش دستی بکنم و یه اشاره هم بکنم به لحظه‌ای که به نظر من بسیار بسیار لحظه مهمیه در حیات سیاسی و اجتماعی معاصر ما، همون اتفاقی که در سال 1601 ذیل جنبش زن زندگی آزادی افتاد. به نظرم دقیقاً تجلیه و بروز و ظهور همین بحران ارگانیک است که من خدمتتون عرض کردم. یعنی جامعه‌ای که یهو یه لحظه‌ای وای میسه و میگه دیگه نه، نه، میگه دیگه بس، دیگه اینجوری نمیخوام زندگی کنم، دیگه نمیخوام وضعیت تحمل کنم. حالا تو حوزه سیاست، تو حوزه اجتماع، تو حوزه حتی اقتصاد، نه، تو حوزه خانواده، روابط قدرت و هزار یک چیز دیگه. یعنی این چیزه، این بحثه خودشو در لایه‌های مختلف جامعه به زبان‌های مختلفی ترجمه می‌کنه و از اونجاست که، و از اون لحظه است که، از اون لحظه گسسته، از اون جایی که اون بحران ارگانیکی یهو بوم میترکه هست که جامعه حالا شروع می‌کنه به خیال پردازی، چون قراره که بکنه دیگه از گذشتهش، از تاریخش، از وضعیتی که بهش تحمیل شده، اون وضعیتی که نمی‌خواد، و یه جوری حالا همون آینده رو بطلبه، یا چنان که گفتم آینده رو احضار بکنه. و این مستلزم چیه؟ مستلزمی که تخیلی داشته باشه از اینکه چی میخواد، میخواد تو چجور جامعه‌ای زندگی کنه، چجور جامعه‌ای، چجور مدرسه‌ای، چجور دانشگاهی، چجور خانواده‌ای، چجور دولتی. و اون لحظه است که لحظه انفجار خیال پردازی های اجتماعیه. من فکر میکنم تو این یکی دو سال اخیر با جامعه مواجهیم که شاید برای اولین بار در دوران پسا انقلاب متقاعد شده که میتونه یه آینده متفاوت داشته باشه. یعنی مسئله آینده به چیز تبدیل شده، مسئله آینده به یک افق تاریخی تبدیل شده، اون خیال پردازیه، تخیل کردنه شروع شده. گرچه حالا تو این یه سال اخیر هم یه ذره باز دوباره این چیزش اومده پایین، این غلظتش یه ذره دوباره اومده پایین، جامعه دوباره به یادش اومده که خب هنوز با انسدادهای، با دیوارهای، با بنبستهای زیادی مواجهه، ولی هنوز من فکر میکنم که تو یک وضعیت به اصطلاح مذابی هنوز قرار داره. ماگما، ماگما یعنی مذاب دیگه. این تعبیر ماگما هم تعبیر یه جامعه شناس فرانسویه به نام، عرض به حضور شما که اسمش یادم رفت، حالا یه جایی اسمش یادم اومد بهتون میگم. این تعبیر این دوست ما، دوست جامعه شناس فرانسوی ما، تعبیر خیلی مهمیه. میگه جامعه توی وضعیتی هست که تو حالت انگار مذابه، تو حالت ماگماه، یعنی چیز دیگه، دیگه چیز سفتی، چیز صلبی انگار وجود نداره، یا وجود داره ها ولی شروع کرده به ذوب شدن، شروع کرده به مذاب شدن. تو اون لحظه است که چیز شروع میشه، اون تخیل شروع میشه. آدم ها راجع به طرحهای بدیلی که برای آینده دارن با هم دیگه شروع میکنن حرف زدن، دعوا کردن، بحث کردن. و اصلا همین لحظه هم هست که شما میتونید از یه چیزی به نام امید اجتماعی هم حرف بزنید. دقیقا
وضعیت‌های بحران ارگانیک به رغم اینکه بحرانن، به رغم اینکه به معنای یه جور از دست دادنن دیگه، چون چیزی که تا دیروز بود و اوکی بود و بدیهی بود و به نظر می‌رسید خب همه چیز سر جاشه، به هر حال همه چیز داره به همون روند همیشگیش داره ادامه پیدا می‌کنه، ولی خب به هر حال این گسسته یهو میترکونه این رو و ممکنه که توام با یه جور حتی استراب هم باشه، توام با یه جور دلنگرانی این هم باشه، اما در عین حال ترس و اینجور داستان هم باشه، اما در عین حال مشوق و مولد یه جور امید هم هست، امیده به اینکه میشه وارد مسیرهای دیگه ای شد، میشه به چیزهای دیگه ای هم فکر کرد. ببین من فکر میکنم جامعه ایران رو در باز خیلی کلی بخوام حرف بزنم، البته همه این کلمات رو باید بذاریم داخل گیومه، چون وقتی جامعه ایران حرف میزنیم از یک کل یک پارچه که نمیتونیم حرف بزنیم، ولی حالا من اینا رو مسامحتا دارم به کار میبرم. جامعه ایران بذار بگیم بخشی از جامعه ایران که مثلا بخش چشمگیری هم هست، دقیقاً تو دل یه چنین چیزیه، تو دل چنین وضعیت همین امید اجتماعیه، اما امیدی که اون سوی هم داره دیگه، ترس هم باهاش هست، امید همیشه با ترس هم راه، یعنی حتی قدمای ما میدونستن خوف و رجا اینا همیشه با هم میومد، خوف، ترس، رجا هم امید، اینا همیشه با همن. لحظه هایی که شما امیدوارید در این همون لحظه هایی هم هست که با یه جور ترسی رو هم یه جور دلنگرانی رو هم دارید تجربه بکنید، اینا پشت روی یه سکه. من فکر کنم جامعه ایران الان در چنین وضعیتی، در وضعیت خصوصی یه جور خوف و رجاه، یه جور امید و ترسه، یا حتی امید و ناامیدیه، اینا کاملا با هم دیگن و اقتضای همین لحظه است که میگم جامعه از اون صلبیت گذشتش داره میکنه یا داره تلاش میکنه که بکنه و چند قدم بره جلو، نه یا آینده ای رو بتونه چنان که گفتم تخیل بکنه، اینکه یا به اجرا بگذاره اصلا اون آینده رو، یعنی شروع کنه این آینده رو ساختن، این آینده رو به اجرا گذاشتن، این آینده رو تمرین کردن، اینکه چقدر این اتفاق بیفته، چقدر کامیاب بشه، چقدر واقعا بتونه این گام ها رو برداره، چقدر بتونه که از این امید خودش محافظت بکنه، چون امید یه چیزی که باید مراقبش باشید دیگه، چقدر بتونه اون شورمندیه رو، اون دینامیزم رو که همه اینها اقتضای همون لحظه های گسست اجتماعیه، تو لحظه گسست که شما همه اینا رو دارید، همه این احساس های متناقض رو تجربه میکنید، هم امیدوارید هم یه ذره دلنگرانید و میترسید، که چقدر بتونه از پس این بر بیاد، اینکه این امیده پررنگتر بشه یا این ترسه، این دلهوره، خب تابع خیلی از متغیرهاست، تابع خیلی از وضعیت هاست و تابع خود سوژه ها، تابع خود در واقع آدم های این وضعیتی که باید این بار تاریخ رو بر دوش بکشن، همه اینها مهمه، یعنی هم فاکتورهای سوبژکتیو مهمه، سوبژکتیو یعنی من و شما، یعنی کنشگرها، عاملها، ایجنسی، عاملیت، همین مهمه، هم مسائل ابجکتیو، مسائلی که دست من و شما نیست، اون بیرونه در جریانه، همه ایناست که در نهایت تعیین میکنه که آیا ما از پس این بحران ارگانیک که برمیاییم، آیا واقعا گذشته رو ترک میکنیم و وارد یه جور آینده میشیم یا نه درجا میزنیم یا اصلا تو همین لحظه حال، تو همین لحظه تعلیق دفن میشیم، اتفاقی نه اونقدر دیگه گذشته برامون جذابه یا اون چیزی که در گذشته بود میتونه ادامه پیدا بکنه و نه آینده ای سرکلش پیدا میشه، یه جور لحظه حال انگار ابدی، یه لحظه تعلیق، یک لحظه گذار ابدی که انگار چیزی در نهایت اتفاق نمیفته، که کدوم یکی از اینها میشه یا ترکیبی از همه اینها میشه، این برمیگرده به فاکتورهای و متغیرهای بسیار بسیار متنوعی که میگم بخشش سوبژکتیوه، برمیگرده به کنشگرها، به عاملها مثل من، مثل شما، مثل همین جنبش اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، و بخشش هم برمیگرده به از شرایط بین‌المللی گرفته تا شرایط اقتصادی گرفته تا هر چیزی، و اون کلمه‌ای که مثلا شما به کار بردید، جنگ، سایه جنگ، شاید بشه خود جنگ رو هم سایه‌اش رو، البته ما بیشتر تو سایه جنگیم دیگه، یا تو فضای، با خود جنگ مواجه نیستیم، با فضای جنگی مواجهیم، با خود جنگ مواجه نیستیم، با سایه جنگ مواجهیم، با همه دلهوره‌هاش و دلنگرانی‌هاش اینا رو داریم چیز می‌کنیم، ما داریم تجربه می‌کنیم، ولی که خود اینا بسیار مهمه دیگه و تعیین کننده است در همین لحظه، فضای جنگی و وضعیت جنگی. البته باید امیدوار باشیم که خیلی دووم نیاره این وضعیت به معنای بین المللی کلمه رو میگم، وگرنه که ما یه جور جنگ داخلی رو داریم تجربه میکنیم و سال هاست که تو وضعیت جنگ داخلی داریم زندگی میکنیم، جنگ داخلی به معنای حالا خیلی کلمه مهیبی نیست، این جنگ داخلی وضعیتی که همین دولت و مردم
با هم دیگه دارن، همین بازی این کشمکش، این تضاد کمرشکن، خودش بخشی از یه جنگه، بخشی از یه جنگ اجتماعی که در جریانه و ما هم توشیم و هر روز هم داریم جلوه‌های متفاوت و متنوعی ازش رو تجربه میکنیم. یکی از اصلا فاکتورهایی که میتونه آینده ما رو توضیح بده سرنوشت خود این جنگ‌هایی که ما به شکل روزمره داریم از سر میگذرونیم. دکتر، جامعه چه تجربه‌ای رو پشت سر گذاشته همین سر ماجرای جنگ؟ من خیلی جالب بود برام شنیدم که حالا دوستانم بهم میگفتن که حتی بچه‌هایی که مدرسه میرن، بچه‌های خودشون، بچه‌های دبستانی هم در مورد جنگ حرف میزنن، از جنگ نگرانن. حالا یه عده‌ای ماجرا رو یه خورده طنزتر دیدم، مثلا که دوستانم به من پیام دادش که دخترم گفته که مامان میشه فردا جنگ به شما نریم مدرسه. حالا میخوام به این نتیجه برسم که جامعه چه تجربه‌ای رو پشت سر میذاره که حتی بچه 7-8 ساله هم با مقوله جنگ آشنا میشه، بعد یک تفکراتی تو ذهنش هست، یکی ازش میترسه، یکی ازش استقبال میکنه. موضوع جنگ تو جامعه ما خب هم موضوع پیچیده‌ایه هم موضوع پیچیده‌ای نیست. تو منم یه تجربه شبیه این دارم، چون من توی مدرسه هم درس میدم، اتفاقا شنبه صبح قبل از اینکه اصلا این ماجرای حمله اخیر ایران به اسرائیل اتفاق بیفته، خب چیزش بود دیگه، بحثش بود. خود بچه‌ها هم اتفاقا پیش کشیدن یه جورایی و باشون هم که صحبت می‌کردیم این چیزه توش، همین تجربه‌ای که شما میگید و منم مثلا تو بچه‌ها می‌دیدم، به شکل متنوعی برخورد می‌کردن با قضیه. برای برخی یه جورایی هیجان انگیز بود، برای برخی پر از ابهام و سوال و آقا الان چی میشه، مثلا چه اتفاقی میفته، فلان اینها بود. این تنوعی از این واکنش ها و تنوعی از این حدس و گمان ها، چون برای خیلی از این بچه ها یا حتی برای خیلی از ماها این تجربه نیست، جنگ تجربه نیست دیگه، یعنی برای نسل های حالا من و شما چرا، ولی برای نسل های قبل صرفا یک چیزه، یک موضوع انگار گمان زنیه، خیلی تصور روشنی ازش وجود نداره که جنگ اصلا چیست و اصلا چجوری باید به اصطلاح بفهمیمش. اما اجازه بدید من بحث شما توی لایه دیگه بندازم، توی این که چرا جنگ به یک گزینه سیاسی تبدیل شده برای تغییر وضعیت. یعنی این گزینه که الان اینو شما در خیلی از نیروهای اپوزیسیون، در خیلی از حتی ممکنه آدم هایی در همین جامعه که داخل ایران هم دارن زندگی میکنن، وقتی دارن راجع به جنگ فکر میکنن یا دارن به جنگ راجع به جنگ حرف میزنن، جنگ برایشون مشخصا اینجا منظور جنگ بین المللیه دیگه، بین دولت ایران با یک دولت یا مجموعه دولت های خارجی. اینا برایشون چرا تبدیل به جور گزینه سیاسی شده؟ گزینه سیاسی به تغییر وضعیت، برای اینکه آزاد بشیم، برای اینکه این تموم بشه، فلان فلان فلان. خب این بحثیه که فکر میکنم به گوش شما هم خورده، به گوش من هم زیاد خورده، این تو جامعه زیاد میچرخه این قصه. نمیدونم چقدر فراوانی داره، نمیدونم چند درصد جامعه ممکنه که واقعا فکر میکنن که خب خودمون که نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم، یا این همه مثلا تلاش هایی که کردیم برای اصلاحات، تلاش هایی که کردیم از جنبش های اجتماعی، تلاش های مختلف، خب راه به جایی نبرده و اساسا مثلا همین نیرو و توان چیزی نداریم که یه تغییر جدی، یه تغییر محسوس، یه تغییر ریشه‌ای پیش ببریم. خب تنها آپشنی که باقی مونه مثلا جنگ دیگه. ولی من خیلی فکر کنم همون به این قضیه فکر می‌کنیم، به اینکه جنگ به مسابقه گزینه سیاسی، منظورم اینه. خب تو بخشی از جامعه این بیشتر یه سوی نیهیلیستی داره. نیهیلیستی به چه معنا؟ نیهیلیسم اینجا معنی یه جور همین بزنه بره، نه بزنه اصلا داغون بشه بره، اصلا نه اصلا نخواستیم، یعنی یک جور میل به ویرانی، میل به نفی مطلق، میل به همین تموم شدن این بازی، مثلا خلاص بشیم از این مثلا زندگی بد، این زندگی نکبت، این زندگی خراب، چه میدونم هر اسمی که میخواید روش بذارید. تو بخش شاید این سوی نیهیلیستی خیلی پررنگ باشه، یعنی جنگی که این بازی رو تموم کنه دیگه، خسته شدیم. تو برخی دیگه نه، این یه سویه چیز داره، یه سویه مثلا چه میدونم هنوز تصوری از مثلا مفهوم جنگ رهایی بخش دارن، یعنی جنگی که باهاش مثلا یه جور تصویر آزادی ایران و اینجور چیزها رو
تداعی میکنه برای بخش از جامعه. حالا اینا رو میشه رصد هم کرد و ردیابی هم کرد تو بین کدوم بخش های جامعه، مثلا اون سوی نیهیلیستی خیلی پررنگ تره که بزنه داغون کنه بره، تو کدوم بخش از جامعه جنگ یک چیز یک گزینه سیاسی به معنی مثلا رهایی بخش و اینجور چیز است. و حالا گزینه های دیگه ای که بازم میشه بهش فکر کرد که احیانا رویکردهای دیگه ای که وجود داره چه شکلیه و از چه جنسیه. ولی بیاد این فرمون رو نریم، بیاد همون سوال اصلیه رو بپرسیم. چرا یک جامعه ای که حالا با تصویری که توی اون سوال اول سعی کردم یه ذره به دست بدم، همون جامعه ای که تو بحران ارگانیکه، تو اون لحظه گسسته میخواد بکنه ولی هنوز هم همچین کامل هم نکنده، آینده رو میخواد ولی هنوز تصور روشن از آینده نداره، چرا فکر میکنه جنگ؟ چرا فکر میکنه که شاید جنگ؟ این گویای چی؟ از چه حقیقتی پرده برمیداره؟ خود این شکل گرفتن این تصور چه چیزی از حقیقت جامعه ایران به ما میگه؟ آیا چیزی از حقیقت جامعه ایران اصلا به ما میگه یا نه؟ من فکر میکنم به شکلهای مختلفی میشه به این سوال پاسخ داد. اگر این سوال شما هم باشه پایید که همین فرمون ادامه بدیم، به همین سوال یه ذره با هم فکر بکنیم که ببینیم اصلا خود این داستان، ببینید بخشی از خب ماجرا پاسخش شاید ساده باشه، بذارید من بخش ساده شو بگم، بخش یه ذره سخت‌ترش بماند برای بعد. پاسخ ساده ترش رو میشه برد توی وضعیت چیز دیگه، برد تو وضعیت یه جور استیصال اجتماعی یا برد توی یه جور احساس ناتوانی اجتماعی. خب جامعه‌ای که خودش رو ناتوان احساس بکنه، احساس کنه که کاری از دست خودش بر نمیاد، میخواد تغییر کنه ولی چیزی زیادی تغییر نمیکنه و دولتی هم داره و اساسا ما وقتی داریم از جمهوری اسلامی حرف میزنیم، به نظر من با دولتی سر کار داریم که اساسا این حس ناتوانی رو و این حس استیصال رو بعدش نمیاد که در جامعه القا بکنه یا به جامعه القا بکنه و توضیح بکنه. به این معنی که همین کاری نمیتونید بکنید، نه چیزی قرار نیست تغییر بکنه. چون این انبوه حرکت‌های سیاسی و اجتماعی که در سال‌های اخیر در ایران انجام شده رو دنبال بکنید، یه پیام واضح از سمت حکومت همیشه وجود داشته دیگه. جامعه هر چی که بخواد، هر مطالبه‌ای که داشته باشه، هر تقاضایی که داشته باشه، هر درخواستی که داشته باشه، هر چیزی شبیه این، اینا قرار نیست راه به جایی ببره. یعنی شما کاملا با یه چنین دولتی سر کار دارید دیگه، دولتی که دقیقاً یکی از هدفهاش اصلا الغای این حس استیصال و ناتوانی به جامعه است، به مردمه، که اصلا فاعلیتی شما ندارید، نه قدرتی شما ندارید. این پیامیه که دولت به شکلهای مختلفی، دولت منظورم استیت یعنی کل حاکمیت، سعی کرده به جامعه الغا بکنه. حالا فارغ از اینکه جامعه چقدر اینو باور کرده باشه یا باور نکرده باشه، چون این خودش یک سوال جدیه. آیا جامعه اینو باور کرده؟ آیا ما باور کردیم که آقا کار دستمون بر نمیاد، همینه دیگه، تو پاچمونه، نه تحمیل شده بهمون، باید یه سر کنیم دیگه. یعنی یه روحیه کجدار و مریض، یک روحیه محافظه‌کارانه، یک روحیه عافیت طلبانه، یک روحیه که همینه که هست، که خود این روحیه چقدر تو مردم ما پخش شده، چقدر توزیع شده، چقدر بخشی از واقعیت اجتماعی اصلا بود با همین داستان توزیع داد، با بخشی از جامعه که همین دیگه متقاعد شده و مجاب شده که باید همین چیزایی که به اصطلاح وجود داره، همین چیزایی که دولت در برابرش قرار داده، با همین وضع موجود بیاید بذاریم اسمش رو، با همین باید سر کنه دیگه، راهی باید پیدا بکنه که بتونه خلاصه گلیمش از آب بیرون بکشه دیگه. چه بخشی از جامعه با این تصویر داره زندگی میکنه؟ با اینکه چیزی قرار نیست تغییر بکنه، ده بارم تلاش کردیم نشد، این آخریش هم که از همه مهمتر بود اینم نشد. چند درصد جامعه، چه بخشی از جامعه با این تصویر داره زندگی میکنه؟ یعنی اون ناتوانی، اون استیصالی که گفتم رو، اون که فعالیتی خودش نداره رو پذیرفته و به یک معنای دوچاری یه جور چی میتونیم اسمشو بذاریم، مثلا دوچاری یه جور وادادگی اجتماعی شده، وادادگی اجتماعی سیاسی شده و خب دیگه همه انرژیشو گذاشته توی همین زندگی روزمره‌اش، تو همین حوزه خصوصیش، دنبال موفقیت فردیش و چیزهای شبیه به این، دیگه به امر جمعی، به امر اجتماعی دیگه فکر نمی‌کنه. به هر حال بخش از جامعه شو، واقعیت جامعه ما همینه دیگه، بخش از جامعه با همین خط داره جلو میره، با همین فرمون داره زندگی می‌کنه. در عین حال که آره، بخش دیگری از جامعه هم هنوز هست که من البته خیلی تصور روشنی ندارم که
چقدر جامعه ایرانه؟ خب این همیشه یه سواله دیگه. همیشه از خودم میپرسم واقعا چند درصد جامعه دارن اینجوری فکر میکنن یا اونجوری فکر میکنن. اگر نخوایم وارد همین یه جور کمیت سنجی این داستان بشیم، ولی هنوز من فکر میکنم بخشی از جامعه که اوجش رو باز توی لحظه زن زندگی آزادی داشتیم، به دنبال این که اتفاقا این میخ فاعلیت خودش رو بکوبونه. اتفاقا در نهایت دنبال اینه که اون حس کنشگریش رو، اون حس آفرینشگریش رو، حس زندگی خواهیش رو به رغم میل دولت بتونه پیش ببره. و به این معنی هنوز داره می جنگه، هنوز داره تلاش میکنه، هنوز در تقلا و تکاپوه به شکلهای مختلف، در فرمهای بسیار بسیار متنوع. ولی اون چیزی که در جنگ داشتیم میگفتیم دقایق پیش که من ربطش دادم به یه جور همین احساس فاعل نبودن، احساس ناتوان بودن، احساس استیصال و اینها رو خب کاملا میشه همینجا توضیح داد. بگم این که الان جامعه میخواد این شرط رو بپذیره یا نپذیره، به نظرم قبل از حالا تا دو سال پیش هم شاید بود اما جامعه این فکر رو میکردیم، اما به نظرم جامعه رفتارش قابل پیشبینی نیست. آفرین. تو 401 رفتاری از خودش نشون داد که هیچ کس بهش فکر نمیکرد. آفرین. این خیلی نکته مهمیه، همین پیشبینی ناپذیری امر اجتماعی، این که جامعه هیچ وقت خبر نمیکنه. بذارید یه مثال بزنم، مثال نیست، بذار همین بحث دادن موضوعی که شما مطرح کردید. تو این 4-5 سالی که مثلا رایج شده که پیمایش های انجام میشه با محوریت مثلا آینده پژوهی، یکی از سوال ها و مهمترین سوال مثلا این بوده که از اون جامعه آماری که به نظر شما مثلا مهمترین مسئله جامعه ایران چیه، یا به نظر شما مهمترین مسئله یا مشکل جامعه ایران چیه. در همین 3-4 سالی که تا قبل از 1401 این پیمایش های آینده پژوهانه انجام می شد، در تمام این 3-4 سال فقدان آینده یا بی آیندگی یکی از 3 مسئله اصلی بود که مخاطبان یا در واقع اون جامعه آماری این پژوهش ها به نظرشون میرسید که جز مسائل جامعه ایرانه. یعنی به زبان ساده اگه از شما میپرسیدن که به نظر مهمترین مشکل جامعه ایران چیه، احتمالاً یکی از ستای اول این بود که بی‌آیندگی، آینده ای نداری. نه، آینده ای نداریم یعنی چی؟ یعنی چیز قرار نیست تغییر کنه دیگه، یعنی همینه که هست، حالا در حوزه های مختلف دیگه. و به این معنا آره امیدی هم وجود، وقتی شما آینده ای نداشته باشید یا تصور اینو داشته باشید که آینده ای ندارید، طبعا امیدی هم در کار نیست. ولی زد و یه سالی از راه رسید و یک واقعی از راه رسید و یک جنبش اجتماعی بسیار فراگیری از راه رسید که یهو افق آینده رو اتفاقا باز کرد. یعنی همون امر پیشبینی ناپذیری که شما هم بهش اشاره کردید، و یهو این فضا با خودش انبوهی از کنشگری ها و عاملیت ها رو آورد به در واقع پیش قراولی زنان و بعد حالا قومیت ها، جوانان و غیره و غیره. یعنی دقیقا همین جامعه‌ای که فکر میکرد آینده ای نداره، یهو انگار که یه افق جلوش باز شد که حالا شروع کرد به فکر کردن به آینده. نمیدونم یادتون هست یا نه، تو 401 حتی به تجارب روزمره خودتون رجوع بکنید، تو جمعای دوستا و رفقا که میشستید، حالا لزوما قرنیست پاسخ بدید، ولی حالا هر کسی از کسایی که ما رو میبینن میتونن به خودشون رجوع بکنن، صحبت های از این دست که تو چه جور جامعه دوست داریم زندگی بکنیم، یا ایران آینده قرار چه شکلی باشه، آیا فراگیر نشده بود؟ آیا حتی به شکل چیزا، به شکل خیلی فانتزی، حتی به شکل همون خیال پردازانه و اینها، حتی رؤیاگون. و اینا مهمه ها، اینا این لحظه خیلی مهمیه که حتی شما شده توی جمع دوستانه، توی یه مهمونی شبانه نشستید و شروع میکنید به فکر کردن که مثلا ایران 5 سال دیگه ممکن چه شکلی باشه، یا شما دوست دارید که چه شکلی باشه. این یک انرژیه، این یه انرژیه برای یک جامعه ای که دقیقا میخواد شروع بکنه به اون خیال پردازی که من گفتم و آینده رو احضار بکنه. یه احضار آینده خیلی تعبیر درستیه به نظر من، میخواد آینده رو بندازه جلو دیگه. و دقیقا همینجاست که چون که شما هم اشاره کردید، ناگهان انگار یک معجزه رخ میده. اجازه بدید من یه اشاره به آرنت بکنم، چون قبل که صحبتم بکنیم صحبت آرنت هم شد. آرنت یه مقاله‌ای داره خیلی به بحث ما مربوط میشه به نام آزادی چیست. تو مقاله آزادی چیست اتفاقا پای مفهوم معجزه رو میکشه وسط به طرز عجیبی، ولی نه معنی الهیاتش،
نه به معنی دینیش. میگه ببین در عالم سیاست معجزه ها رخ میدن. اما معجزه به چه معنا؟ دقیق‌تر معنایی کرد. معجزه چیه؟ خلق عادت دیگه. نه؟ یعنی اتفاقی که تا الان داشت به روند طبیعیش میافتاد، حالا در عالم طبیعت در هر جایی، ناگهان شما یه گسست دارید. اصلا معجزه یعنی گسست دیگه. به معنای دقیق کلمه. یعنی روند عادی امور یه دچار یه جور اختلال میشه. یه اتفاقی میفته که قابل توضیح نیست با روندهایی که تا الان و تا قبل از این در جریان بوده. آرنت اسم اینو میذاره معجزه و میگه ببین عالم سیاست پر لحظه های معجزه گونه. و این معجزه رو با چی توضیح میده؟ اتفاقا با مفهوم کنش، با مفهوم اکشن، عمل. میگه کنش انسان‌ها و به ویژه آدم‌ها وقتی با هم جمع میشن و دست به کنش جمعی میزنن، کنششون قدرت بیشتری پیدا میکنه دیگه و به معنی قدرت خلق معجزه بزرگتری پیدا میکنه. برای آرنت این کنشگری انسان‌ها که میتونن با هم عمل بکنن، با هم دست به یک عمل بزنن، میتونه در عالم سیاست یک معجزه رو محقق بکنه و دقیقا همون چیزی که انتظارش رو ندارید اتفاق بیفته. باز معنای دیگه معجزه. معجزه این امر نامنتظره، امر پیشبینی ناپذیر. و 401 به این معنا و اتفاقی افتاد و افقی که باز کرد که به نظرم هنوز یه ذره از این افق هنوز بازه، به رغم اینکه ازش فاصله گرفتی و خب این افق داره بسته میشه و خیلی ها دارن زور میزنن که این افق رو ببندن. یا ممکنه من و شما تای دلمون اینجوری فکر کنیم خب دیگه تموم شد دیگه، همین این افق بسته شد، دری که باز شده بود دوباره بسته شد، ولی فکر میکنم که یه جماعتی پاشونو گذاشتن لا این در که این در کامل بسته نشه و کل این افق در تاریکی فرو نره. دقیقا به شکل یک معجزه تجربه کردیم دیگه. یعنی بیش از هر چیز یه جور غافلگیری. فقط حاکمیت نبود که غافلگیر شد که این مردم اینا کجا اومدن، اینا اصلا چی میگن، خود مردم هم غافلگیر شدن. یعنی در درجه اول خود کنشگران که از قدرت خودشون، از اینکه او ما چه قدرتی داشتیم، تا کجا تونستیم پیش بریم. نه ما اینکه تا قبل از این فکر میکردیم هیچ کار دستمون بر نمیاد، من دولتی که مسلط بر میدانه هر کار بخواد بکنه کاملا ما رو نادیده بگیره و غیره و غیره. واقعا در درجه اول اون معجزه خود کنشگرها رو حیرت زده میکنه، خود کنشگرها رو غافلگیر میکنه از اینکه چه قدرتی داشتیم و فکرش هم نمی کردیم. و به این معنی درست دارید میگید که به نظر میاد خب تکلیف همه چی روشنه، به نظر میاد این به نظر میاد که تکلیف همه چیز روشنه، اصل داستان در همین به نظر میرسد دیگه. ولی دیدیم که نه، اتفاقا همه چیز روشن نیست. جامعه ممکنه یهو توی بزنگاهی، دقیقاً بزنگاه، توی بزنگاه یهو یک اکت، یک کنش جمعی دیگه از خودش نشون بده و ناگهان تغییر مسیر بده، یا همون فضایی رو ناگهان باز بکنه که توش اتفاقاً میخواد استیصالش رو پس بزنه، ناتوانیش رو پس بزنه، بردگیش رو پس بزنه. برده کیه؟ برده کسی که صاحب اراده خودش نیست دیگه، همیشه تحت اراده دیگریه، حالا ارباب چه میدونم هر اسمی که میخواید براش بگذارید. و به معنای جامعه ما راست شو بخوام اگه یه ذره بخوام تو با این ادبیات صحبت بکنم، زیستن در وضعیت استیصال و ناتوانی و اینجور چیزها زیستن در وضعیت بردگی دیگه. 401 به نظر من یه جور میله، یه جور بیرون زدنه، یه جور انفجار میل به دیگر برده نبودن بود، صاحب اراده خود شدن بود، صاحب فاعلیت خود شدن بود. فارغ از اینکه حالا چه مسیری رو طی کرد، الان کجاست، اینو میتونیم بذاریم کنار. ولی اگه بخوام خود اون لحظه رو برجسته بکنم، برای اینکه فکر میکنم همین لحظه حال ما رو میتونه پررنگ بکنه، دقیقا این لحظه به مثابه همون گسست، به مثابه اون معجزه، به مثابه اون لحظه غافلگیری، همون لحظه که مردم میخوان، من و شما در واقع میخوایم فعالیتمون رو پس بگیریم دیگه. قدرت خلق کردنمون رو، به قول آرنت قدرت آغاز امر نو رو پس بگیریم. کنش به زمان تعریف خیلی هیجان انگیزی آرنت داره از کنش. کنش برای آرنت یعنی آغاز کردن. اگه شما توی دست به کنشی بزنید، یعنی یه کاری ازتون برمیاد، کنش یعنی این دیگه، یه کاری از ما ساخته است. یه شاید عامیانش بگیم که آقا من اینجا ما منو ببین. آفرین آفرین. حالا اینم جالبه که من اینجا منو ببین، ولی حتی از اینم رادیکالتر، همون جمله اولتون به هیجان انگیزتره، من اینجا هم، فارغ از اینکه تو منو ببینی یا نبینی. این اولی بدونی، چون وقتی اینجاست منو ببین، شما هنوز اون دیگریه رو، اون ارباب رو بزرگ و پذیرفتی دیگه، هی به من توجه کن،
نه فرمون اینه دیگه، لطفا به حرفهای ما گوش بدید مثلا. بعد اونم میگه که احتمالا میگه باشه حالا بگو ببینم چی میگی. خب ولی نه، من فکر میکنم که تو 401 اتفاقی افتاد که ریشه هم داشت توی جامعه ها. حالا باز میتونیم روی اینم صحبت بکنیم که یک جور جنبش ضد اقتداره. این یه گام دیگه که میتونیم تحلیل رو برداریم. جنبش ضد اقتدار یعنی جنبشی که اساسا نمیگه منو نگاه کن، لطفا به حرف من گوش بده، من مطالباتی دارم، من خواسته هایی دارم، لطفا چیز کن دیگه، بیا بشین با هم حرف بزنیم. این مرحله اصلاحاته. تو مرحله اصلاحات شما یه مرجعیتی رو میپذیری تام دولت دیگه، و هی چکوچ همون چانه زنی و فلان و اینها، و امیدوارید که حاکم، پدر، هرچی که اسمشه، همین به قول تعبیر شما، بالاخره شما رو ببینه، بالاخره صدای شما رو بشنوه و شما رو به اصطلاح ریکگنایز بکنه. ریکگنایز یعنی به رسمیت شناختن. ولی بگذارید که من ادعا بکنم که ما در وضعیت پسا اصلاحاتیم. این وضعیت پسا اصلاحات اگه با همین مفهوم پردازی که من دارم به کار میبرم بیایم جلو، تو وضعیت که یکی از پیامدهاش اینه که دیگه شما اساسا منتظر این نیستید که یک اتوریتهی، یک مرجعیتی نه شما رو ببینه یا صداتون رو بشنوه و به این معنی برید مطالباتتون رو مثلا به درگاه فلانی عرضه بکنید و ایشون حالا یه تفقدی هم بفرماین و مثلا حرف شما رو گوش بکنن. نه نه نه، داستان خیلی عوض شده. یا بذارید من همچنان با همین تصورم که وضعیت عوض شده بحثم رو پیش ببرم. تو وضعیت پسا اصلاحات دقیقا داستانی من اینجام، مستقل از این که دیده بشم یا شنیده بشم یا به رسمیت شناخته بشم یا نه، اینجاست که اتفاقا وضعیتم خیلی رادیکال تره دیگه. یعنی شما اصلا انگار یارو نیست، مثلا انگار پلیس، انگار پدر، انگار حاکم اصلا نیست. شما میخواد یه بازی جدید را بندازید. اتفاقا اونه که میگه بیا گفتگو کنیم. یادتونه 401 هم خیلی یهو فرمونی شده بود دیگه از سمت حکومتی ها، گفتم بیان گفتگو کنیم. حالا اوکی میان گفتگو میکنیم، حالا اونش من داستانی ندارم که نه گفتم. ولی اتفاقا این فرمون بیا گفتگو کنیم خیلی جدی شده بود. این شعاره که آقا چرا این کارا رو میکنید، بیاد حرف بزنیم، دقیقا بازگشت به وضعیت پذیرشی یک اتوریته بود. اتوریته ما رو بپذیرید، حالا بیان با هم حرف بزنیم ببینیم چی میخواین، ها مطالباتتون رو بگید دیگه، حالا اگر حال کنیم بهتون، حالا نکنیم که هیچ. ولی داستان دقیقا عکس اینه. یه جور میتونه حتی خبر خوبی هم نباشه که جامعه از در وضعیت پسا گفتگو هم قرار بگیره، بگیره نه اصلا ما با شما حرفی نداریم دیگه، دیگه اصلا، یعنی اصلا به رسمیتت نمیشناسم دیگه، میخوام حرف خودم رو بزنم، اصلا میخوام خودمون با هم دیگه حرف بزنیم دیگه. این وضعیت پسا اصلاحات، وضعیت پسا گفتگو هم هست و میتونه خطرناک هم باشه، بله، میتونه خیلی رادیکال هم باشه، بله، ولی در این حال گویای حقیقتی از این جامعه هستش دیگه. بازم میگم اینکه چند درصد جامعه ایران داره اینجوری فکر میکنه، چه بخشی از جامعه ایران میخواد با این مسیر همراه بشه، این مسیر رو میخواد تست بکنه رو من نمیدونم، کسی هم نمیدونه. میتونه مدام این بازی تغییر بکنه، بیشتر، کمتر، اکثریت، اقلیت، فلان و همان. ولی همین نتایج انتخابات پارسال، هم انتخابات مجلس اسفند 402 هم خودش به نظر من گویای خیلی از حقیقتا بود دیگه، که نه ما دنبال یه بازی دیگه، اون بازی دیگه تموم شد، یا این بازی دیگه جواب نمیده. چون جامعه بارها به حاکمیت فرصت داد دیگه. این جامعه بود که به حاکمیت فرصت داد که تغییر رویه بده، سر عقل بیاد، فلان فلان. یعنی تاریخ 20 اندی سال گذشته خودمون هم مرور بکنیم بعد از مثلا 76 و اینا، خب جامعه بارها وارد فاز این شد دیگه، میتونم اسمشو بذارم فرصت دادن به حاکمیت. مردم اصلاح طلب بودن مردم که چیزی رو زیادی رو بهمون نشون نمیده. مسئله این بود که خب بیا یه بار دیگه هم به حاکمیت فرصت بدیم، بیاید اینم تست بکنیم. جامعه فکر میکنم در این 20 اندی سال تا جایی که میتونست این فرصت رو به حاکمیت داد. ولی امروز دیگه مسئله اینه، همون نوموری که گفته بودم دیگه، نه دیگه بسه، دیگه خسته شدیم، لعنت به این زندگی، که با 1401 به اون لحظه ایه که این نمادین میشه، خیلی برجسته میشه و خیلی بارز میشه، جاییه که جامعه یا بخشی از جامعه میگه میخوام بازی رو عوض کنم، میخوام اصلا مسیر دیگه ای رو تست کنم. این میشه همون معنای کنش به دقیق ترین معنای کلمه در منظومه آرنت، آغاز یک امر نو. یعنی و یه شجاعتی میخواد،
همیشه کنش به این معنا شجاعت میخواد که شما یه بازی جدیدی رو شروع بکنید، چون بازی جدید شروع کردن ریسک داره، خطر داره، ابهام داره، نمیدونم چی میشه داره. ولی فکر میکنم، بازم میگم، بخشی از جامعه ایران به نظرم میرسه که وارد این فاز پسا اصلاحات شده که دست به کنش بزنه یا تلاش بکنه که قدرت‌های کنشگرانه خودش رو احیا بکنه، باز بیابه، پس بگیره از حاکمیت و یه بازی جدیدی رو شروع بکنه با همه ابهامش، که ابهام ذاتی اصلا هر شکلی از کنش. شما وقتی دست به کنش بزنید خیلی نمیتونید مطمئن باشید که سرنوشتش چه خواهد بود و به چه مسیرهایی احتمالاً هدایت خواهد شد. دکتر، من سر ماجرای جنگ همچنان میخوام باهاتون یه چیزی رو صحبت کنم، اونم همین کنشیه و یا واکنشیه که جامعه نسبت به این موضوع داشته. همون شب خب من تا دیر وقت بیدار بودم. بله. خب الان چه بخوام چه نخوام، مرجعیت ما برای سنجش افکار میتونه شبکه‌های اجتماعی باشه. بله. تو کانال‌های مختلف، تو گروه‌های مختلف رفتم سر زدم، خوندم که دارم همه هم دیگه چی میگن. بعد تصویر منتشر شدش که مردم اسرائیل دارن میرن پناهگاه. بعد ایده اومدن نوشته بودن که بابا این که چیزی نیستش که ما بعد از این تجربه که 8 سال سر ما بمب و موشک بارید. و یا اصلا اتفاقی نیستش که بیخیال شید. یه سری میگفتن که آقا خبری نیست، بریم بگیریم بخوابیم. بعد فرداش یا امروز هم حتی این رو دیدم که نوشته بودن که واکنش مردم اسرائیل به ماجرای جنگ و یالم شکلک ترس و گریه و اینها، مردم ایران یالم شکلک خنده. این واکنش چرا اتفاق میفته؟ یعنی واقعا مردم به اون چیزی که شما گفتی به این نتیجه رسیدن که اصلا دیگه هیچی برشون مهم نیست، جنگ بشه نشه، جامعه این شرایط ادامه بده نده. خواهم بدم که جامعه چرا به این نقطه رسیده؟ خب بیاید چند مسیر بریم بلکه برسیم به سوال شما. یه چند تا ویدیو از شادی مردم غزه هم منتشر شد همون شب که دارن موشک ها رو میبینن که داره سمت اسرائیل میره و خب در دل شاد بودن. این تنها شادی بود که من میتونستم بفهمم و واقعا فکر میکنم که واقعی ترین شادی یا حقیقی ترین شادی اون شب اون شادی مردم غزه است که کاملا قابل فهمه دیگه، یعنی دچار ابهام نخواهی بشه. اون شکل خنده، البته خنده به معنی دقیقاً شادیش، بر اون کاملا روشنه. فکر میکنم که دچار خیلی ابهامی نخواهیم شد که خب اینا چرا شادن. خب معلومه که چرا شادن. به قول یکی از این فلسطینیایی که توییت زده بود که اون تنها شبی بود که ما موشک نخوردیم، چون موشک داشت میرفت سمت اسرائیل. من شادی مردم غزه رو میتونم بفهمم، اما در قبال حالا جامعه خودمون که کی شاد بود، کی شاد نبود، جنس شادی ها چقدر متفاوته. شادی مثلا چه میدونم، باز بخشی از جامعه ما که تو میدون فلسطین داشتن شیرینی پخش میکردن و شاد بودن و اینها، خب خیلی فرق میکنه با شادی مثلا یه بخشی از اپوزیسیون که اونا هم بعدشون نیومده بود، اونا هم استقبال کرده از این قضیه، چون فکر میکرد خب دیگه بازی شروع شد، الان مثلا ایران هم زد، الان اسرائیل یه جواب دندان شکن میده و خب اون فاز اون جنگ مسابقه گزینه سیاسی الان استارت میخوره دیگه. این باز خیلی متفاوته دیگه. جنس این شادی کردنه. یا ولی در این حال تجربه من دست کم اون حس دلهوره رو بیشتر من دست کم خیلی بیشتر باش مواجه بودم. این شادی مادی نه، اون میدون فلسطین اینها به کنار، یعنی طرفدار حاکمیت دیگه استقبال کردن از اینکه خب بالاخره مشتمون رو زدیم، بالاخره نشون دادیم که میتونیم اسرائیل رو در تیررس قرار بدیم و همه اون رتوریکه و اون گفتمان اسرائیل ستیزانه ای که خب جمهوری اسلامی همیشه داشته دیگه. خب معلومه که برای اونها چرا باید این داستان شادی برانگیز باشه، اینکه ابهام زیادی نداره. ولی برای من و شاید شما ما بیشتر دلهوره رو تجربه کردیم دیگه، نبود مگه؟ احتمالاً شما تا صبح بیدار بودید چون نگران بودید که الان چی میشه. این دلهوره و این نگرانیه، این به نظر مهمتره و تجربه عامتریه که ما داریم تجربهش میکنم. اگه بازم بخوام رفتش بدم به بحثایی که من داشتم میکردم، ببین فاصله تقریبا کمتر از 2 سال دیگه، 1.5 سال تقریبا، یا 1 سال 1.5 سال از 401 که با یه جور حس گشایش تاریخ همراه بود، با یه جور حس امیدواری همراه بود، با 1 سال بعدش یا 1 سال و اندی بعدش که یهو شما توی وسط یه دلهوره اجتماعی دارید، هر روز
زندگی میکنه. دیپریشن که همجوری هم داره متکثرتر و متنوعتر و اینجور داستان ها میشه. یعنی همون جنگ رو دیگه باید از اون چیزش خارج بکنیم. آقا این جنگ فقط جنگ همین دولت ایران با دولت اسرائیل نه، آقا جنگ همون تجربه روزمره ماست، همون تجربه روزمره که حالا یه اشاراتی هم دقیق پیش داشتم بهش میکردم، همون جنگ داخلی است که ما جنگ داخلیه رو داریم هر روز تجربه میکنیم. باز به همین شبکه‌های اجتماعی هم که شما بهش اشاره کردید رجوع بکنیم، همین چند روزه یه توییت بامزه دیدم که خیلی تو د پوینت مسئله رو چیز میکرد، تر میکرد، آقا جنگ اصلی رو همون زنان و دختران رو دارن که هر روز صبح با این چیز میرن بیرون، میرن بیرون تو خیابون و اینها، اونها توی خط مقدم جنگن، اونها که معنای جنگ رو میفهمن. و حالا اون سمت قضیه، یا مثلا پدر خانواده یا مادر خانواده که باید یه خانواده یه 3-4 نفره رو حالا بیشتر یا کمتر تامین بکنه و سر برج که رسیده بود به فکر این باشه که حقوقشو داره که قسطشو بده، که اجاره خونه رو بده. یا جنگ به این معنا، یعنی جنگی که دیگه اون جنگ بزرگ فلانی ها نیست، بلکه جنگیه که پخش شده توی ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، یا در واقع دولتی که با مردم خودش سر جنگ داره. همین طرح شنبه، چون امروزی که ما داریم صحبت میکنیم، خب دو سه روز از این طرحی که این طرح جدید چی بود اسمش چی بذاشتن؟ طرح نور؟ چون چیزی؟ بله. خب این اگه طرح اعلام جنگ به جامعه نیست پس چیست؟ این هم اعلام جنگ دیگه، اعلام جنگ دولت به جامعه است. این برای من الان مهمتره. خب اون که حالا من وارد تحلیل روابط بین الملل و که هماهنگ شده بود و به هر حال جنگ بازدارنده بود و در نهایت هم جمهوری اسلامی به منافع خودش رسید، هم اسرائیل مثلا به اون چیزایی که می‌خواست رسید فلان، این الان وارد اون بحث نمی‌خوام بشم، فکر نمی‌کنم علاقه گفتگوی ما به تحلیل روابط بین الملل باشه، منم واقعا این کاری نیستم، ایده هایی دارم ولی واقعا در حوزه تخصصم نیست. میگم دوباره فرمون رو برگردیم این سمت، یعنی بیایم ببینیم که خود معنای جنگی که ما داریم تجربه میکنیم به شکل خیلی بیواسطه، خیلی تجربی و خیلی روزمره، بیایم روی این فکر کنیم و اصلا از این حرف بزنیم که زندگی تحت شرایط جنگی که من فکر میکنم ما داریم اینجوری زندگی رو تجربه میکنیم، جنگ اقتصادی، هم جنگ اجتماعی، جنگ با چه میدونم، با گرانی، با ناامنی، با پلیس، با فلان، با بهمان، به این معنا ما پیشاپیش توی جنگ هستیم، پیشاپیش توی چنین وضعیت جنگی هم هستیم و فکرم میکنم تو وضعیت جنگی هم هستیم که بعضی وقتا من متقاعد میشم که خیلی برای جامعه زیاده. یعنی آقا دیگه چقدر جنگ دیگه، یه مقداری هم زندگی دیگه. اصلا شعار زندگی نرمال که به یکی از شعارهای باز 401 تبدیل شده بود، خب خیلی کلمه مهمیه دیگه، که فرض کنید شعار یک جنبش خیلی اتفاق مهمیه، خیلی خیلی اتفاق تعیین کننده ایه شعار یک جنبش بشه زندگی. من اینو خیلی از خودم میپرسم، چرا زندگی مثلا، شما کدوم جنبش رو سراغ دارید که اصلا همین زندگی جز شعارش بشه، یا زندگی نرمال جز شعارهاش بشه، جز مطالباتش بشه، چیزی باشه که میخواد با همه وجودش میخواد که زندگی بکنه. یکی از دلایلش، نه تنها دلیلش، اینه که خب زندگی نکرده دیگه. معنای تحت لفظش اینه که آقا من شعارم زندگیه به این دلیل ساده که زندگی نکردم، یا اصلا من نفهمیدم زندگیمون چجوری گذشت. یه همش زندگی که تو کش و قوس دیگه، تو دعواه، توی جنگه، توی ستیزه، توی تنشه، تا میای یه جا رو بگیری و آروم بکنه، یه جای دیگه دولت بهت حمله میکنه، اقتصاد بهت حمله میکنه، بازار بهت حمله میکنه، دانشگاه بهت حمله میکنه، نه تو خیابون بهت حمله میکنه. یعنی این تجربه عامیه که زندگی های آسیب دیده ما در وضعیت فعلی در جوار این حاکمیت داره از سر میگذره. میتونیم اسمش رو زندگی های آسیب دیده یا زندگی های در معرض خطر. این تجربه هر روز ماست. باز یکی دیگه از این توییت ها این بود که احتمال اینکه من توی مثلا خیابونای تهران به دست چه میدونم مثلا گشت ارشاد یا پلیس کشته بشم یا آسیب ببینم یا دستم بشکنه خیلی بیشتر از اینکه با بمبای اسرائیلی دست کم فعلا آسیب ببینم. حالا ممکنه این مقدار با چیز کنایی و طنزآمیزانه هم داشته توییت ها، آره من حواسم بهش هست، ولی کیه که اون حقیقتی که توش هست رو لمس نکرده باشه با همه وجود خودش؟ اینکه ما از دولت خودمون خیلی بیشتر آسیب دیدیم و خیلی احتمال بیشتری داره که آسیب ببینیم تا حالا مثلا دولت‌های
بیگانه یا دولت‌های غربی یا چه می‌دونم هر چیزی. من اونقدر حواسم هست که بله دولت‌های متخاصم غربی اینها هم به هر حال همیشه به عنوان یه تهدید بالای سرمون هستن. من اینو می‌دونم. منم می‌دونم امپریالیسم چیه فلان اینا. ولی همیشه به نظرم رسیده که اونایی که امپریالیسم می‌کنن یا قدرت‌ها اسرائیل، آمریکا فلان اینها در واقع یه بازی دارن راه میندازن و یه بازی زبانی دارن راه میندازن که در سایه گنده کردن اون خطره که منم میدونم یه خطر واقعیه، اون خطر ملموس تره و واقعی تره و روزمره تره رو و تجربی تره رو و بیواسطه تره رو پنهان میکنن یا بکنش زیر فرش. یکه با خطر اصلی همین دولتی که بالا سر ماست، همین وضعیت بیواسطه است که وضعیت جنگیه. مثلا همین هم هست که شما یه ملتی دارید که یا بخشی از ملتی دارید که داره میگه آقا بذارید زندگی کنیم. همون ویدیو معروفی بود که چند سال پیش از این کارگرهای شرکت قند و شکر هفت تپه اومده بود بیرون، اسمال بخشی داشت صحبت میکرد و اینا که داشت راجع به حقوقشون حرف میزد که آقا کل این بازی و دعوایی که ما داریم بخاطر 1200 البته مثلا اون موقع. بعد اون تعبیر لعنت به این زندگی فکر کنم خیلی تعبیر درستی بود. لعنت به این زندگی، خلاص نخواستیم این زندگی. میدونی اون نیهیلیزمه یه اشاره بهش کردم ابتدا که تو بخشی از جامعه شما این روحیه نیهیلیستی رو میبینید. همین گروه بابای همه چی اصلا بیاد بزنه نابود کنه، خلاص شیم از این زندگی. ما که نفهمیدیم زندگی. ببین این توضیح جامعه شناختی میخواد دیگه، که آقا این روحیه میل به تخریب و ویرانی و مرگ و اینجور چیزها که هزار تا شاهد هم من میتونم برای شما بیارم، از افزایش خودکشی گرفته تا افسردگی در سطح فراگیر ملی گرفته تا حتی مهاجرت گرفته، همه نشانه های همون داستان است دیگه. یه جور نیهیلیزمه یا یک سطحی از به اصطلاح نیهیلیزمه، سطحی از همون حس استیصال است و اون حس ناتوانی است که البته باز به شکل پارادوکسیکالی گفتم که در این حال در اوج لحظه استیصال هم اون حس کنشگریه و آغازگریه رو هم دارین تجربه میکنید. کاملا باید اینو پارادوکسیکال بفهمید دیگه. اوج وضعیت استیصال، اوج میل خواست فعالیت هم هست، ولی به هر حال در چنین جامعه ای با همه حالا این داستان هایی که من به اصطلاح تعریف کردم دیگه جنگ یه امر خیلی طبیعی میشه، یه امر خیلی روزمره میشه. و بله یه جاهایی هم دیگه باید با شوخی کرد. راستش بخوای ممکن بگی آقا این حس دست انداختن جنگ و در این حال که دلهوره هم هست، نگرانی هم هست، آره بعضی هم شوخی هم مثلا باش میکنن، دستش هم میندازن، عین همین چیز دیگه، یعنی همین دست انداختن اون تجربه بی واسطه هر روزه شماست که آقا ما که نفهمیدیم چی شد، یا بابا جنگ واسه شما مثلا چه میدونم در افاقهای دوره ولی راستش بخوام برای ما یه خاطره قدیمیه که هر روز داریم مثلا توش دست و پا میزنیم و داریم برای پایان دادنش میجنگیم. و مسئله جنگ دقیقا اینه، کی به پایان میرسه و کی تموم میشه و برای پایان به این جنگ، به این جنگ روزمره، به این جنگ فراگیر، درگیری و تنشایی که داشتیم راجبش حرف میزدیم، حالا جامعه چقدر میتونه به خلاقیت‌های خودش امیدوار باشه، چقدر میتونه به ابتکارهای خودش امیدوار باشه. چون دولت که ناامیده، تا دلتون هم بخواد میشه براش شواهد اقامه کرد. من همین امروز داشتم آخرین گزارش ارزش ها و نگرش ها رو نگاه میکردم چون میدونستم که قرار بیام پیش شما، گفتم شاید بحثا به اینجور جهان بکشه، نمیدونم دیدید یا نه. ارزش ها و نگرش ها یه پیمایشیه که هر 10 سال یا بعضن تو در فواصل کوتاه‌تر 8 تا 10 سال انجام میشه. 4 تا 5 تا موجش انجام شده، آخرینش آبان سال 1400 بود. نتایجش بسیار مهمه، نتایجش که البته برای اولین بار انتشار عمومی پیدا نکرد، خود اینم کلی توش حرفه، چرا انتشار عمومی پیدا نکرد؟ چون مهربانی نبوده که، متولیش هم وزارت فرهنگ و ارشاد دیگه تا جایی که من میدونم، دست کم موجهای قبلیشو فرهنگ و ارشاد در همکاری با چند تا سازمان دولتی دیگه انجام میداد و کاملا انتشار عمومی پیدا میکرد و جامعه شناسان و بقیه میشستن راجع به یافته‌هاش صحبت میکرد. یکی از شاخص‌های این ارزش و نگرش ها سنجش سرمایه اجتماعیه که یکی از باز شاخص‌های یا مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی هم سنجش اعتماد اجتماعی. یافته‌ها رو که نگاه بکنید اعتماد به سیاستمداران، دولتمردان، قضات، چه می‌دونم به همه کسایی که میشه بردشون ذیل مقامات دولتی پایین‌ترین میزان اعتماد.
اون یه شاخص فقط، حالا انبوی دیگر شاخص‌ها رو میشه آورد بالاتر. ولی خب گویا خیلی از چیزاست دیگه، گویا خیلی از حقیقته. همون دوره پس اصلاحاتی که صحبتش داشتم می‌کردم، اینجا هم داره خودشو به یه زبان دیگه‌ای با یک سنجه دیگه‌ای داره خودشو نشون میده. چقدر به دولت اعتماد داری، چقدر به قوه قضاییه اعتماد داری، همین ارکان سیاسی که دارن بر ما حکومت میکنن دیگه. تازه تطبیقی هم نگاه بکنید، یعنی در قیاس با موجهای قبلی این پیمایشی که انجام شده، میبینید که با شتاب داره کمتر و کمتر و کمتر میشه. با این فرمون هم که داریم میریم جلو، مطمئنا اوضاع بهتر که نخواهد شد، بدتر هم خواهد شد. بنابراین چی دارم میگم؟ دارم میگم که همه اینها در نهایت احتمالاً باز دوباره بخشی از جامعه رو متقاعد میکنه، همچنان که در 401 متقاعد کرد، که خودشون باید فکری بکنن، خودشون باید اون همون خلاقیت، اون آفرینشگری، اون ایجنسی، عملیات خودشون رو باز بیابن. چه جوری، کجا، تا چه ساعت، چیکار میتونن بکنن، مگه چقدر دستشون برمیاد؟ اینا همه سوالای جدی، یا منم همپای شما به این سوالا فکر میکنم. ولی اینکه جامعه متقاعد بشه که به این دولت امیدی نیست، این دولت حواسش یه جای دیگه است، نه، اون موقع است که تازه اون امر نوعه به نظرم یه هفته رفته شروع میکنه خودشو نشون دادن، به اتکای کنشگری جمعیه، چون کنش همیشه جمعیه به قول خدا، به اتکای کنشگری جمعی خودشون. من تنها امیدی که تو قلبم هست، که فقط تو قلب من نیست، تو خود جامعه هم هست، همین داستانه، همین خلاقیت های خودانگیخته ای که ممکنه خود مردم در دل وضعیتی که اتفاقا به شدت احساس استیصال میکنن، اما بتونن که اون قدرت های خودشون باز بیابن و چند گام برن به پیش. سلامت. ببینید، اون چیزی که شما از جامعه ایران تعریف کردین ما میخوایم جلا نگه داریم، خب، و بریم سراغ جامعه هایی که شاید یه چیزی شبیه جامعه ایران تجربه کردن. همین کشورهای همسایمون، افغانستان جنگ دیده، بله، عراق دیده، غزه خیلی خیلی نزدیکتر از این ماجرا ما دیدیمش و لمس کردیم چه تجربه پشت سر گذاشته. حالا جنگی که بین روسیه و اوکراین بوده، آیا میشه تعریفی که برای جامعه ایران شما ارائه دادین بتونیم که بگیم که خب جامعه ایران یه جوری از این جامعه کشورهای اطراف تأثیر گرفته یا مثلا ربطی به هم نداره تجربه هاشون؟